بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام، روزه های حرام و باطل. درسته که یکی از فروع دین روزه است و توصیه های زیادی برای روزه در روایات داریم، ولی بعضی از اوقات روزه گرفتن حرامه. 1. عیدین، یعنی عید سعید قربان و عید سعید فطر. 2. روزه بانوان، وقتی که حقی از شوهرانشون ضایع بشه و شوهر راضی نباشه. حتی اگر حقی هم از شوهر ضایع نشه، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشه. 3. روزه مستحبی فرزند، اگر سبب اذیت پدر و مادر بشه جایز نیست، اما لازم نیست فرزند برای روزه از پدر و مادرش اجازه بگیره. 4. روزه کسی که روزه براش ضرر داره. در این شرایط اگر روزه هم بگیره باطله و باید بعداً دوباره قضا کنه. حتی اگر فکر میکرده که روزه براش ضرر نداره و بعد از افطار متوجه بشه که روزه براش مضر بوده، مستحبه که روزه رو قضا کنه. 5. کسی که احتمال زیادی بده که روزه براش ضرر داره، چه خودش احتمال بده چه پزشک معتمد تشخیص بده. 6. روزه یوم شکی که به نیت روز اول ماه رمضان گرفته بشه، این روزه هم باطله و هم حرام، مگر اینکه به نیت روزه ماه شعبان گرفته بشه. برای 6 گروه روزه گرفتن ممکن نیست، ولی مستحبه که از مبتلات روزه اجتناب کنند. 1. مسافری که در سفر روزه خودش رو باز کرده و قبل از ظهر به وطن یا جایی که میخواد 10 روز اقامت کنه برسه. 2. مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا محل اقامت 10 روزه برسه. 3. بیماری که قبل از ظهر بهبود پیدا کرده ولی کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام داده باشه. 4. بیماری که بعد از ظهر بهبود پیدا کنه حتی اگه مبتلات روزه رو هم انجام نداده باشه. 5. بانویی که در بین روز از حیض یا نفاس پاک بشه. 6. غیر مسلمانی که بعد از ظهر ماه رمضان مسلمان بشه، ولی اگر قبل از ظهر مسلمان بشه و مبتلات روزه رو انجام نداده باشه، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیره. مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظما مکارم شیرازی.